مهداد سید عسکری کارشناس اقتصادی که از اسلو با ما هستن. آقای سید عسکری، دوباره این موضوع واردات خودرو هم به بالاترین سطوح سیاسی کشیده شده. به نظر شما چرا تصمیم گیری برای موضوعی مثل واردات کالا باید در این سطح از مقام های سیاسی مطرح شه؟ ببینید، ماهیتاً مسئله خودرو در ایران یعنی تولید و پس از اون واردات که بخش کوچکتری هست، دچار پس از سالهای پس از اولیه انقلاب و پس از اون دچار یک نوع انحصار بسیار قدرتمند بتونی شده که در داخل اون چندین نوع انحصار رو شکل داده. یعنی به نحوی که حاکمیت در لایه اول هیچ عنوان علاقه نداره که از حوزه نفوذ خودش در این صنعت بکاهه و در نتیجه از طریق چند لایه این انحصار، از طریق سیستم‌های خودروسازی، از طریق شبکه واردات مؤثری که به خودش ارتباط هست، به هیچ عنوان این اجازه رو نمیده. در نتیجه ما این شاهد این امر هستیم که به عنوان مثال حتی زمانی که دولت‌ها هم عوض میشن و طرح‌هایی هم که حداقل ظاهر خوبی هم دارن اینها میان ارائه میشن، در پیچ و خم‌های اداری گم میشن. به عنوان مثال همین مجلس کنونی یک طرحی رو آورد که شاید منفذ کوچکی بود، اول توسط دولت مخالفت شد و پس از اینکه نواقص دولت برطرف شد در مجمع تشخیص مصلحت ظاهرا گیر کرد، اما پس از اینکه مجمع تشخیص مصلحت هم عملا گفته شد که ما در این خصوص خیلی علاقمند نداریم که ورود بکنیم، این امر باعث این شده که ما شاهد گفته شدن کلمه نهادهای بالادستی حکومتی باشیم که ناشی از همون رانت، ناشی از همون انحصار و اون انحصار بسیار قدرتمند بتونی هست که ما میبینیم که به هیچ عنوان این مسئله در کشور جلو نمیره. و موضوع واگذاری سهام خودروسازان دولتی هم طی سالهای اخیر بارها مطرح شده، اما چرا هیچ وقت به مرحله اجرا نرسیده؟ مسئله واگذاری سهام در حالت آرمانیش که اگر بخواهیم مطرح بکنیم که چه اتفاقی افتاده و چرا به نتیجه نمیرسه، این هستش که ماهیتاً حاکمیت و پس از اون شرکت‌های خودروسازی ورود کردند به مباحث این که عملاً اجازه ندهند این سهام به دست مردم برسه، یا اگر هم به دست مردم میرسه تصمیم سازی و سیاست گذاری توسط سهامداران شکل بگیره. در لایه اول دولت سهام خودش رو ظاهراً فروخت، اما شرکت های شبه دولتی خریدن، و در لایه دوم شرکت های خودروسازی عملاً به خرید سهام های خودشون یا سهام های رقبای خودشون پرداختن که مشهور هست در بازار سهام به سهام تودلی. این امر حتی در مصاحبه آقای منطقی هم گفته شد که یعنی عملاً بزرگترین بلوک دارنده سهام شرکت های خودروسازی خود شرکت های خودروسازی هستن. در نتیجه این امر باعث این نتیجه رو میرسونه که به هیچ عنوان هیچ تلاش جدی برای واگذاری سهام در مفهومی که حداقل در غرب ما ببینیم شکل نمیگیره و عملا این تلاش هایی که انجام میشه، برفرض هم اگر سهامی هم بخواد واگذار بشه، نمیتونه از این جریانات بسیار قدرتمند در داخل بلوک قدرت و خودروسازان بگذره. در نتیجه ماه مجددا دچار یک نوع خودفریبی میشیم و عملا مثل یک دایره ای که هر چندین سال یک بار به دور خودشون میچرخه. با توجه به تمام این توضیحاتی که دادید، مسئله کیفیت پایین خودروهای تولید داخل همچنان موضوعی که همین الان میبینید با انتشار این تصاویر این خودروی که در اتوبان همت ایربگش باز نشد دوباره شده تیتر رسانه ها، چرا هیچ وقت خودروسازان ایرانی نتونستن اندکی به استانداردهای بین المللی حتی نزدیک بشن؟ ماهیتاً به لحاظ فلسفه سیاسی تولید خودرو در ایران اولویتش مبنی بر پوشش دادن تقاضای بازار و پس از اون کیفیت قرار داره. کیفیت در سیستم خودروسازی ایران اگر ما بخواهیم در دهه‌های مختلف بررسی بکنیم، زمانی که ارتباطات ایران با جامعه جهانی بهتر بوده و فضاهای تنفسی اقتصاد ایران در واردات بیشتر بوده، کیفیت کالاها و تنوع بیشتر در تنوع بخشیدن به تولید خودروها بیشتر شده. زمانی که این امر پایین اومده، یعنی به این مفهوم که هر وقت اقتصاد ایران دچار بحران‌های درونی بیشتر و عدم ارتباط کمتر، یعنی قطع ارتباط با دنیا شده، مسئله کیفیت پایین‌تر اومده. این امر زمان خودش رو نشون میده که خودرو به عنوان یک کالایی در جامعه بهش نگاه میشه که ارزش سرمایه‌گذاری داره و ارزش نگهداری حفظ پول داره. به عنوان مثال در همین فروردین ماه پس از بازار سهام و طلا و
سکه طلا، خودرو عملا در جایگاه سوم برای افزایش قیمت داشته و زمانی این افزایش قیمت بیشتر میشه در این چند هفته اخیر به دلیل این هستش که ارتباطات با دنیا مبنی بر مذاکرات برجام کمتر میشه. خب چرا دولت بخواد بیاد در این خصوص بر روی کیفیت سرمایه گذاری بکنه یا خودروسازان بخواد همچین کاری بکنه؟ سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی که از اسلو همراه ما بودید.